میخوام برای ملت عزیز خود، ملت شریف خود این را بگویم که بله بله، مکاتب خواهران الان باز هست، چند صنفی که تعطیل، انشاءالله به اذن الرحمن برای تمام خواهران خود که داخل خانه ها اونهایی که به ذوق و به شوق تعلیم و تدریس هستن برای اونها مژده میدهم که به زودی های زود انشاءالله مکاتبشان باز میشه. ولی صبر، استقامت. روز اول هم من هم اشاره کردم که در اینجا که امارت اسلامی، حکومت اسلامی، این مخالف تعلیم و تحصیل خواهران نیست، بلی میخواه فضای امن برابر بشه، فضای اطمینان برابر بشه، میخواه که همان مکان مناسب برابر بشه به این عزیزان و بزرگواران. مسئله علم و دانش برای زن و مرد هست. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، علم فرض برای هر مسلمان و تحت این مسلم زن و مرد شامل هست، زن و مرد شامله. الله سبحانه و تعالی می فرمایه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. زنان و مردان مؤمن امر به معروف و نهی از منکر میکنن. خب امر به معروف و نهی از منکر بدون علم میشه؟ خب نمیشه. زن هم باید تعلیم و تحصیل داشته باشه، باید درس بخونه. ولی ای عزیزان من، مژده است، بشارت است برای اونهایی که فکر مایوسیت به اونها پیش آمده که شاید برای خواهران از صنف هفتم به بالا دیگه درس و تعلیم. نه، بار بار گفته شده حکومت اسلامی اگر مخالف تعلیم زنان می بود، خب از صنف اول تا صنف شش درسه، خواهران الان در پوهنتون ها درسه، خب اول تا صنف شش درس، پوهنتون هم درس، خب یک مند صنف هفت تا صنف دوازده، این هم مشکلاته که سر راه است. ان شاء الله باذن الرحمن برطرف میشه و خواهر و برادر به درس و تعلیم خود ان شاء الله باذن الرحمن ادامه میدن. الله سبحانه و تعالی میفرمایه من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. کسی که عمل کنه، عمل چی هست عزیزان من؟ خب نماز، روزه، زکات، حج، مسائل دینه. من ذکر او انثى، چی زن باشه و چی مرد. خب این زنی که درس نخونه مسائل دین خود را از کجا میفهمه؟ مسائل عبادی خود را از کجا میفهمه؟ باید درس بخونه. در جامعه اسلامی باید زنان و مردان به فکر تعلیم و تحصیل باشن، ولی از خود شرایط داره، ضوابط داره، قانونی داره. و من و شما در کشور اسلامی زندگی می کنیم، در زیر حاکمیت قرآن و سنت نبوی صلی الله علیه و سلم زندگی می کنیم، باید درس و تعلیم و مطابق به شریعت باشه عزیزان من. من خودم شخصا از طریق همین منبر به گوش تمام خواهران خود این حرف را می رسانم، خودم شخصا در حضور امیر المؤمنین حفظه الله وقتی که شرفیاب شدیم، بعد از چندین نکته همین نکته من بود که جناب امیر المؤمنین صاحب مسئولین را وظیفه بدهید که تلاش ببرزن به باز شدن مکاتب خواهران. این عزیزان من، علما تلاش میکنن، علما زحمت میکشن، علما حرف را میرسانن. یعنی خودم شخصا این حرف را خاص به خاطر امیر، اما بعض انسان ها میگن که شما در این باره هیچ چیزی نگفتی. امروز وقت از این نیست. بار بار عزیزان من گفتم که نمیشه که ما بیاییم صغیر و کبیر سر منبر حالا بگیم. چرا نمیشه؟ به خاطر که الحمدلله حرف شنوی هست، مسئولین ما حرف را میشنون. خودم شخصا خدمت امیر المؤمنین حفظه الله گفتم که شما مکاتب خواهران را کوشش کنید و مسئولین را وظیفه بدهید تا اینکه این مسئله و این معضله و این مشکل برداشته بشه و خواهران ما برن و بالاخره به طرف درس و تعلیم خود به اینها. وقتی حرف شنوی هست، امیر المؤمنین حرف ما را میشنوند، وزرا حرف ما را میشنوند، مسئولین حرف ما را میشنوند. دگالی دیگه جالب نیست عزیزانی من، بیاییم سر منبر هر لحظه بگیم های فلان و فلان و فلان و فلان.
هر زمانی که حرف ما شنیده نشد باز از طریق منبر بلند و با آواز بلند و با صراحت مشکلات ملت را مطرح می کنیم.